درود خدمت شما شنوندگان عزیز، خوشحالیم که در هر جایی که هستید ما رو همراه خودتون دارید و اجازه داریم با برنامه پند حقیقت آشکار که این سری در مورد تربیت خانواده هست همراه با کشیش مگی یک نظر در کنار شما باشیم. سلام، امیدوارم که در کنار یکدیگر در میان خانواده خود همراه با فرزندان خود اما در حضور خدای مبارک و تعالی روزهای خوبی رو داشته باشید. امروز کارانم در این استودیو این زمان رو فراهم کردن که به اتفاق خواهرمون مگی به منزلهای شما بیایم. ما منتظر هستیم این بار نیز خواهر گراممون خواهر مگی یک نظر مطلب تازه‌ای رو در مورد تربیت فرزندان برای ما داشته باشن. خواهر مگی خواهش میکنم، بفرمایید. خیلی ممنونم، متشکرم. من هم خیلی خوشحالم اینجا هستم. دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم خوب هستید و کاملا آماده که کلام خدا رو با هم بررسی کنیم. امروز یکی از آیات امثال سلیمان رو در نظر گرفتم که با هم یه مقدار بشکافیمش، ببینیم چی در اون هست و برکت بیابیم از مطالبی که در مورد بچه هامون از طریق این آیه یاد خواهیم گرفت. این آیه در باب 22 امثال سلیمان آیه 6 هست، ولی در زمینی که برادر مدبر زحمت میکشن این قسمت رو باز میکنن، میخوام یادآوری کنم مطلبی رو که در جلسات گذشته یکی دو بار صحبتش رو کردیم که خداوند خالق آسمان و زمین هر کدوم از ما رو و هر کدوم از بچه ها رو، نوزادان و همه ما به عنوان نوزاد یه روزی به دنیا آمدیم، خلق کرده و با یک مشخصات و خصوصیات منحصر به فرد. و همینطوری که میدونیم مثلا چیزایی هست در هر کدوم از ما که کاملا منحصر به فرد، شاید بعضی از ما از نظر ظاهر شبیه هم باشیم یا اعضای ما مثل هم کار بکنه، ولی مثلا یه چیزی رو که مطمئنیم انگشت ما، انگشت های ما، اثر انگشت ما کاملا منحصر به فرده و دیگران نمیتونن مثل ما چشم و چشم و خطی که روی لب هست کاملا اینام کاملا منحصر به فرده و مثل DNA هیچ وقت اثر نمیشه. کاملا ضربان قلبم من تا حالا نمیدونستم که هیچ کس نیست که ضربان قلبش کاملا شبیه یه نفر دیگه است. با اینها ما بیشتر ثابت میشه خداوند ما رو واقعا ظرافت‌هایی در هر کدوم از ما گذاشته که فرق میکنه با افراد دیگه. در افسوسیان باب 2 آیه 10 آیه‌ای هست که در جلسه گذشته خوندیم که چطور ما شاهکار دست خداوند هستیم و خداوند ما رو به طور عجیب و مهیب در مزمور باب 39 خوندیم آفریده. این آیه رو اگه لطف کنین از امثال سلیمان برای ما بخونید. باب 22 آیه 6. بله. طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. این آیه خیلی شناخته شده ایه در کلام خدا. طفل را در راهی که باید برود تربیت نما. ما انسان‌ها به طور کلی فکر می‌کنن که اطفال یه چیزی مثل خمیر از این خمیرهای بازی هست برای بچه‌هامون می‌خریم، مثل اون هستن، این خمیر رو باید مالش بدن، باید فرمش بدن، نمیدونم ببرنش، پهنش به هر شکلی که میخوان درش بیارن و بعد اینو برای اینکه بالاخره که به اون شکلی که دلخواهشون بود در آوردن اینو بذارن توی یه کوره که بمونه در گرمای زیاد سفت بشه که وقتی هم بیرون آوردن اون فرمی که این همه سال روش کار کردن و به وجود آوردن اون فرمو از دست نده. ولی این آیه یه داستان دیگری رو داره تعریف میکنه، میگه طفل را در راهی که باید برود. در ترجمه اصل در حقیقت میگه که در اون راهی که مال خودشه تربیت نما، منحصر به خودش. بله، یعنی هر طفلی یه راه منحصر به فردی داره که مال خودشه، در اون راه باید ما این طفل رو تربیتش کنیم، بزرگش بکنیم. ولی این طفل، این راه چطوره؟ چطور باید این راه رو شناخت؟ چطور باید این راه رو تشخیص داد؟
اینو باید به حضور خدا بدیم و از حضور خدا بطلبیم. در آیه در امثال سلیمان باب 30 فکر کنم آیه 19 هست، اگر ممکنه این رو هم قرائت بکنین. اجازه بدید 18 و 19 رو بخونم. هر دو رو خواهش میکنم. بله. سه چیز است که برای من زیاده عجیب است، بلکه چهار چیز که اونها را نتوانم فهمید: طریق عقاب در هوا، طریق مار بر صخره و راه کشتی در میان دریا و راه مرد با دختر باکره. بله، در اینجا چند تا چیز رو ذکر میکنه: کشتی، راه کشتی، راه عقاب و راه مار روی زمین و راه مرد با دختر باکره. این راه ها، کلمه راه همون راهیه که در اینجا برای بچه به کار برده شده که مکتف را در راهی که باید برود تربیت نما. این راه اگر متوجه شده باشین، این چهار تا چیزی که ذکر کردیم خیلی اصلا طریق حرکتشون، کارشون، اصلا منظورشون، همه چی فرق میکنه. در مورد بچه هم اینطوره. ببخشید، راهی که هر بچه‌ای بعد بره کاملا متفاوته با راه بچه دیگه، و اینو اگر توجه کنیم حتی از خصوصیات اخلاقیشون میتونیم متوجه بشیم که بچه‌ها با هم فرق دارن. بعضی از بچه‌ها خجالتیان، بعضی های دیگه نه، خیلی اعتماد به نفس دارن، معاشرتیان، میخوان بیرون برن. بعضی ها خیلی جرأت میکنن، خلاقن، یه چیزای جدید درست میکنن. بعضی های دیگه نه، فقط صبر میکنن یه دستورالعملی بهشون داده بشه مطابق اون با قانون، با نمیدونم علم پیش برن. بچه ها فرق میکنن و مطابق همون خصوصیات اخلاقیشون باید اونا رو هدایت کرد که به یه راهی که باید برسند. تربیت نما، این کلمه تربیت نمام مهمه. طفل را در راهی که باید برود تربیت نمام. این کلمه تربیت نما از یک کلمه عبری گرفته شده که به معنی سقف دهانه، و این کلمه براتون یه دو سه تا نمونه میارم که در چه مواردی استفاده میشه. مثلا وقتی یک تنابو در دهان یک اسب میذارن، به منظور اینی که وقتی میکشن این به سقف دهان اسب بخوره و این اسب راهشو مثلا کچ کنه از اون طرفی که اسب سوار میخواد اسب بره، به اون طرف بره، اون کلمه رو اونجا استفاده میکنه. لجام در واقع. بله، لجامه، ولی به سقف دهان میخوره. این همون کلمه سقف دهان اونجا استفاده میشه. یا این کلمه در یک جای دیگه هم استفاده میشه. وقتی ماماهای یهودی بچه نوزادی به دنیا میامد، این ماماها انگشت سبابهشون رو توی یک مایهی که از شیره انگور تقریبا گرفته شده بود میذاشتند و اینو روی به سقف بچه نوزاد، انگشتشون رو در دهان بچه نوزاد فرو می‌کردند و سقف بچه نوزاد، سقف دهانش رو ماساژ می‌دادن، لثه‌های رو ماساژ می‌دادن. این به این دلیل بود که می‌خواستن تشویق کنن بچه نوزاد رو که به این عادت مکیدن شروع کنه، به این کار مکیدن رو شروع کنه و همینطور تشنه بشه. دلش بخواد که یه چیزی رو، چون شیرینم بود یکم، بخواد که یه چیزی رو بخوره، اشتهاش باز بشه. و در اینجا وقتی میگه تربیت نما، در حقیقت از همون کلمه استفاده میکنه به این منظور که ای پدر مادرها، بچه های خودتون رو تشویق کنید، یه چیز شیرین بهشون بدین، یا مثل اسب بکشینشون، تربیتشون کنین تا اون راهی که شما متوجه شدین اینا باید برن و راه کاملا مخصوص به خودشونه، در اون راه برن. نکنه اسبا خیلی شاید عادت دارن، مثلا یه اسبی میره همه دنبالش میدن، نکنه که یه اون از این بچه بخواد به دنبال بچه های دیگه بره، یا شبیه برادرش بشه، یا شبیه پدرش بشه، بلکه اون راه به خصوصی که قراره این بچه بره در نهایت به اونجا برسه این بچه. پس تربیت نما اینجا خیلی مهمه. تربیت نما نه به همون چیزی که شما فکر میکنین باید برسه در اون راه، بلکه به راهی که خودش باید بره و به اون هدفی که برای اون منظور داده شده.
معمولا والدین اشتباهاتی میکنن و دوست دارن همه ما، مخصوصا ما ایرانی ها. اتفاقا خیلی جالبه که من در غربی ها کمتر اینو میبینم، ولی ما ایرانی ها خیلی دوست داریم که بچه هامون دکتر، مهندس بشن و اصلا به طور کلی به کسی که میخواییم احترام میذاریم اصلا نمیدونیم که ایشون چه رشته ای رو تحصیل کردن، میگیم آقای مهندس، آقای دکتر، چون احساس میکنیم که این چیزیه که خوشحال خواهند شد بشنون، یا ما محترم میشماریم این شخص رو وقتی این تیتر رو بهشون میدیم. در خارج از ایران لااقل در جوامعی که من بودم یک کم کمتر این براشون مهم نبود، نیست بچهشون نجار باشه، من نمیدونم بچه‌هاشون شغل، کافیه که شغل شرافتمندانه داشته باشه و بهش افتخار میکنن. و در اینجا من میخوام تذکر بدم که بیایید بچه‌هامون رو مجبور نکنیم که اون تیتر یا اون مقام یا اون رشته‌ای که ما دوست داریم بچه‌هامون حتما برن اونو بخونن. اتفاقا ما یه دوست خیلی عزیز داریم که پدرشون ایشون رو مجبور کردن تقریبا که برن رشته مهندسی بخونن و ایشون رشته مهندسی رو خوندن، با مدارج عالی قبول شدند، ولی بعد بستن کنار گذاشتن. ایشون سخنران خیلی عالی و زبردستی هستن و بعد رفتن یه رشته دیگه خوندن و الان ایشون اصلا کارشون سخنرانی هست و باعث برکت خیلی هستن، از کلام خدا تعلیم میدن. شاید شما هم شنیده باشین از ایشون. ولی جالبه که با وجود این که رفتن اون رشته رو خوندن چون خواستن پدرشون رو احترام کنند، ولی در دلشون این نبود، کارشون این نبود، خودشون در خودشون احساس میکردن که من یه کار دیگه باید بکنم. و من میدونم همین اواخر یه کتاب خیلی معروفی رو خوندم، یکی از برادران اینو معرفی کردن، اسمش شیپ هست و نویسندش هست اگر بخواین تهیه کنید، اریک ریس، که چطور در این کتاب توضیح میده که هر کدوم از ما با اون خصوصیات خیلی منحصر به فردی که داریم خودمون حتی میتونیم تشخیص بدیم که کجا بهترین بازدهی رو خواهیم داشت و کجا بیشتر از هر جای دیگه مفید خواهیم بود. پس من در جلسه آینده در نظرم هست یکم کمک کنم به والدین که بچه هاشون رو بشناسن، ولی از حالا میخوام شما رو تشویق کنم در این مورد دعا کنید خداوندی که بچه های شما رو آفریده او کاملا میدونه بچه های شما چه خصوصیاتی دارند و کجا خدا میخواد اونا رو قرار بده که بیشترین نتیجه رو بگیرند و در واقع به خاطر اینکه بیشترین بازدهی رو دارند خودشون شاد باشن. من افرادی رو میشناسم صبح تا شب میرن کار میکنن، میان و وقتی میرسن خونه اصلا خیلی ناراحت و افسردن و بارها شده من به دلیل این حقایقی که میدونم سوال میکنم از افراد لذت بردی امروز از سر کارتو و میگن نه وای زجر سر کار رفتن و اومدن. و برای من این سوال پیش میاد چرا اصلا این کارو این شخص انتخاب کرده و به نظرم میاد شاید به خاطر اینکه پدر مادرش یا یه نفر دیگه تشویقش کردن که پس این کارو نکنید. و همچنین بچه‌هاتون رو با بچه‌های دیگه مقایسه نکنید، حتی با برادر خواهرشون مقایسه نکنید چون این مفید نیست. هر بچه‌ای در یک ما الان 4 تا بچه داریم و خیلی جالبه هر 4 تا بچه‌هامون با هم خیلی فرق دارن. شما مطمئنم همین تجربه رو در بچه‌های خودتون دیدین و رشته‌های مختلف خوندن و هر کدوم در اون رشته‌ای که خوندن دوست دارن و موفقن. و من فکر میکنم چقدر اشتباه بزرگی میبود اگر ما سعی میکردیم همشون یه رشته رو بخونن یا حتما یه رشتهی که اجتماع فکر میکنه بهترینه اونو میخوندن، چون لازم نیست. و بچه هامون حیفه که بیشتر زندگیشون صرف سر کار میشه، صرف به کار بردن اون یا استفاده از اون رشتهی میشه که خوندن و حیفه که اون در غم و ناراحتی و زجر سپری بشه. پس پیشنهاد میکنم که نه بچه ها رو با دوستاشون، نه با برادر خواهرشون و نه حتی با خودتون و خواسته های خودتون مقایسه کنین. اجازه بدین که خودشون اون مسیری که بعد برن نشون بدن و شما مطابق اون مسیر اونا رو هدایت کنید. در آخر آیه میگه و چون پیر هم شوند از آن انحراف نخواهند ورزید. چرا؟
چون اون مسیری رو رفتن که باید میرفتن، دوست دارن اصلا این مسیر رو. من ما دامادمون کارش در شیمی هست، مهندس شیمی هست ایشون، و اینقدر کارش رو دوست داره، هر بار از سر کار میاد من فکر میکنم رفته، من چه میدونم، تفریح و برگشته. هر روز که از سر، هر وقت که خونهشون هستم و میبینمشون، واقعا خدا رو شکر میکنم. شاید این حرفو دهها بار به خودش گفته باشم که خدا رو شکر میکنم که تو کارتو اینقدر دوست داری. و هر وقت سوال میکنم که امروز کار چطور بود، میگه مامان عالی بود، امروز نمیدونم این آزمایشو کردم، این چیزو تونستم در بیارم، نمیدونم، توضیح خیلی میده خودش و چنان با لذت توضیح میده که من کیف میکنم. و من میگم که این چه برکتیه اگر همچین کاری رو ما بتونیم برای بچه هامون انجام بدیم. الان چند دقیقه بیشتر فرصت نیست، برادر مدبر شما میخواین در این مورد چیزی رو ادامه کنیم، ادامه بدیم؟ بله واقعا با دوستامون. بله من هم کاملا بر اساس تجربه شخصی می رو خدمتتون عرض میکنم. رشته‌ای که من خوندم شدیداً اون رو دوست داشتم و وقتی کارم رو انجام میدم به هیچ وجه خسته نمیشم، و بلکه وقتی صبح بعد از خستگی طولانی کار دیروز، و بعضی وقتا کار خیلی طولانی میشه، صبح بخوام آغاز کنم و به شکل نرمال باید از نظر بدنی ضعیف باشم، اما این روح منو میکشه و کاملا میفهمم. یعنی یک شاهد زنده هستم برای مبحث شما. خرمگی هر کسی این برکت رو نداره. بله. خیلی من فکر میکنم اکثر مردم دنیا یه کاری میکنن که شاید دوستش ندارن. بله، مجبور میشن. بله. دوستان عزیز، الان فرصت خوبیه که با شما دعا کنیم در مورد هر کدوم از بچه هاتون. من اسامی دوستا بچه های شما رو نمیدونم، ما نمیدونیم، نمیشناسیم، ولی میدونیم که شما بچه های خودتون رو دوست دارین. پیشنهاد میکنم اسم به اسم برای بچه هاتون همین الان دعا کنین. ما متحد میشیم با شما. خداوندا دعا میکنم برای بچه های این دوستان عزیزی، دعا میکنم خداوندا که هر کدوم از اونها رو اسم به اسم الان اسامی این بچه ها گفته میشه. خداوند خواهش میکنم دست تو روی این بچه ها باشه، تک به تک خداوند، و این بچه ها رو برکت بدی خداوند. دعا میکنم پدر مادرشون رو برکت بدی، حکمت بدی، همونطور که وعده دادی در کلام خودت خداوند. دعا میکنم خداوند که اون حکمت خودت رو در قلب های این پدر مادرای عزیز بذاری خداوند، و اونها رو تشویق کنی، چشم اونها رو باز کنی خداوند، تا متوجه فرقهای خیلی اساسی و یا شاید جزئی در بچه هاشون باشن خداوند، و این بچه ها رو نه فقط در اون طریقی که باید برند، بلکه در طریق تو هدایت کنند خداوندا. دعا میکنم خداوندا که به این پدر مادرها خداوندا قوت و توانایی و فرصت بدی که در حضور تو بیان خداوندا، تویی که خالق آسمان و زمین هستی، تویی که هر کدوم از این بچه ها رو خلق کردی خداوندا، پیش تو بیان و از تو حکمت بطلبند، و خداوند اون روح تو در قلب این پدر مادرها کار کنه خداوند، و روح تو به اونا کمک کنه که این فرقهای بچه ها رو بدونن خداوند، و متوجه بشن که هر کدوم را در چه راهی، در اون راهی که تو براشون آفریده، تربیت کنند، تشویق کنند خداوندا، هدایت کنند، تا این بچه ها در اون راه خودشون پیش برند، بزرگ بشند و تو رو خوشنود بکنند، خودشون شاد باشند و باعث افتخار پدر مادرشون باشند. خداوند این خانواده های عزیز رو که الان دارن تماشا میکنند برکت بده. آمین. آمین. در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. 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 او بخشد و پاک سازد ما را، او بخشد و پاک سازد، او بخشد و پاک سازد، او بخشد و پاک سازد ما را، او بخشد و پاک سازد، او بخشد و پاک سازد، او بخشد و پاک سازد ما را، او بخشد و پاک سازد.
شادمانی دارم، تو شادمانی داری،
خوشحالیم که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که این برنامه تربیت فرزندان باعث تحولی خاص در زندگی شما شده باشه، چون با این تحول وقتی که ما فرزندان خوب داشته باشیم در واقع جامعه آینده رو ساخته ایم. ممنونم که تا این لحظه گوش دادید. منتظر پیشنهادات، نظرات شما و همینطور انتقادهای شما هستیم. هدف ما بهتر کردن برنامه هاست. امیدوارم در این مسیر ما رو کمک کنید. پس با ما در تماس باشید. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.